با شما هستیم در ادامه برنامه بخش جوانان و امروز آقای جبرائیل امین مهمان ما هستند، مسئول ارتباطات کمپین آرامش فکری. سلام، صبح بخیر، خوش آمدین. سلام و صبح شما بخیر ایمل جان و خانم مریم. بسیار خوشحال هستم که در حضور شما قرار دارم. بسیار خوش آمدین. بسیار ممنون. امیدوار هستم که همه ما و شما آرامش فکری داشته باشیم. امروز صحبت خواد کردیم از آرامش فکری. جناب امین صاحب، این در رابطه با آغاز همین کمپاینتان میشه صحبت بکنیم. با عرض سلام خدمت دوباره خدمت مردم عزیز افغانستان که تلویزیون طلوع را مشاهده میکنن. کمپین آرامش فکری افغانستان از شروع امسال آغاز به کار کرد و اصل هدف ما بیشتری بود که بر مردم افغانستان بفهمانیم در مورد افسردگی، در مورد تروماتیک استرس یا استرس های آسیب زا به اصطلاح فارسیش، و در ضمن زو استراب یکی از چیزهایی است که یک تعداد کلان مردم افغانستان متاسفانه به او دست و گریبان هستند و اهمیت از این موضوع بیشتر به آماری است که WHO برای ما شما آمار جهانی است که اونا دادن. مثلا بین هر چهار نفر یک نفر از او مبتلا به ناسلامتی روانی است و ما شما با وضعیتی که در افغانستان داریم کلن میفهمیم که یک تعداد کلان ما شما باید این مشکل داشته باشیم و یکی از چیزایی که از مثلا هر سال حدود 800 هزار انسان دست به خودکشی میزنه و به این معنی است که در هر 40 ثانیه یک انسان خودش از بین میبره. با این حال میفهمیم با وضعیتی که افغانستان داشته، با مدت ها نابسامانی که ما شما داشتیم، ذهن سالمی نمیمانه برای مردم و کاری را که ما میکنیم این است که مردم را تشویق میکنیم برای ازی که مشکلاتشان را صحبت بکنن. با شما چه مشکلاتی را شریک میساختن؟ هموطنان ما که میامدن و شرکت میکردن در کمپاین شما؟ کمپین ما فعلا جریان داره و چیزی را که ما امیال انجام داده میریم این است که از طریق سوشل میدیا، از طریق فیسبوک، از طریق وبسایت برشان و کسایی را که تماس داریم، از طریق ورکشاپ های مسائل برشان اولا معرفی میکنیم، امی اهداف ما را میگیمشان که استرس تروماتیک یا استرس های آسیبزا چی است، برشان میگیم که افسردگی چی است، چطور کار میکنه و برشان میگیم که با اضطراب و مشکلاتی مثل ازو چطور مجادله بکنن و چطوری به خودشان بتانن کمک بکنن. شما گفتین که برنامه از آغاز امسال شروع شده، آیا تانستین که آمار دقیق شما هم داشته باشین با توجه به برنامه‌ای که داشتین؟ تا حال ما آماری نگرفتیم و در جریان ازی هستیم که بیشتر کمپین ما وقتی پیش میره بتانیم چیزی رو جمع بکنیم، ولی اصل هدف ما بیشتری است که بر مردم کمک بکنیم گپ بزنن. آقای امین، بیش از القی فکری صحبت بکنیم و یا هم از مو القی کاریتان صحبت بکنیم که چند نفر با شما همکار هستند و کار میکنن، بیشتر چه مفکورایی را شریک میسازین با هم؟ ما یک گروه کوچکتری هستیم که کار میکنیم، ولی مفکورهای ما بیشتر شناساندن همی موضوع است که بر مردم بگویم از طریق مثلا نقاشی های دیواری ما برشان میفهمانیم که مثلا تا حال را موضوع سلامت روانی را هیچ کسی در افغانستان جدی نمیگرفت و با این حال چیزی که شدی بود که ما با عکسایی که در دیوارا و در مکانهای متفاوتی که پر ازدحام هستن، با نقاشی که در اونجا میکنیم برشان میگیم که یک انسانی که مثلا از استرس شروع میشه، از مشکلاتی که مثلا یکی از نقاشی ما، اولین نقاشی ما داخل دانشگاه کابل بود که کار از دانشگاه کابل آغاز کردین؟ کار از دانشگاه کابل، یکی از جیتارتای ما، یکی از نقاشی های ما در داخل دانشگاه کابل بود که میگه که یک انسان وقتی که در یک وضعیت ناخوشایند روانی به سر میبره چقدر تغییر میخوره. مثلا از نظر مکاش رمی اکسی رک ما نقاشی کردیم میاردم و میتونستیم اینجا ببینیمش، چقدر تفاوت میکنه وقتی که به خودش میخوای رسیدگی بکنه. بله، برنامه شما فقط مختص کابل هست یا برنامه ولایتی هم دارین؟ ما فعلا بر کابل است و قصد داریم که کلانترش بکنیم و میخواییم که انسان ها را، کسایی که هستن، موبیلایزش بکنیم که خودشان تبدیل به کسایی شوند که بتانند برای خودشان کمک بکنند. و مشکلات کلان ما و شما ای است که
دقلی رو بیاد داشته باشیم ما شما که یک دلیل کلانی که هیچ کسی در مورد از او گپ نمیزنه موضوع استیگما یا شرم است که ما شما خوش نداریم که در مورد مشکلات ما کسی بفهمه. صحبت بکن. ما یکی از کارهایی را که دقل میال دجیریان انجام دادنش استیمی است که بر مردم بگوییم که خجالت نکشن و نشرمن از این که صحبت بکنن در مورد مشکلات روانیشان. و لازم نیست حتما یک کسی را پیدا بکنن که دکتر خوب است، دکتر روانی را پیدا بکنن، امروش گپ بزنن و مشکلاتشان را قصه بکنن، ولی خانواده، رفیقا، کسایی که ما شما امروش میشینیم، چای قهوه میخوریم، کسایی که امروش چکر میزنیم، اونا میتونن شنونده خوبی باشن بر مشکلاتی که ما شما داریم و این را بیاد داشته باشیم که مشکلات روانی تنها یک طبقه به خصوص آسیب نمیزنه. یک هر کسی میتونه باشه، ولو گدا است، ولو چه رقم بگویم، یعنی هر طبقه اجتماع را، او اگر پیر است یا جوان است یا معسل است یا مرد است یا زن است، هر کسی باشه اونا را همگی را آسیب میزنه و همگی نیاز به توجه دارن. تمام ما شما که مثلا خجالت میکشیم از چیزی و نمیتونیم صحبت بکنیم در مورد ازو، یاد ما باشه که تمام انسان ها مشکلهایی دارن که در موردش گپ نمیزنن، ولی ما شما نیاز داریم گپ بزنیم اوره. به خاطر از اینکه باور ما ای است که مشکلاتی را که انسان ها دارن و دردایی را که در درونشان میداشته باشن هیچ وقت گم نمیشه او در درون انسان و او به یک شکل متفاوت تری بالاخره خارج میشه. خب شما گفتین که با این برنامه تان شما مردم را جمع میکنین و با برنامه‌ای که دارین میخواین مردم صحبت کنن، حرف بزنن و مشکلات خود را بگوین. چقدر موفق شدین تا بتونین مردم در مورد این تصمیمتان بقبولانین که بتونن مشکلات خود را بازگو کنن و بگوین در یک جمع بین چند نفر؟ بسیار تشکر. من دقیقا نمیره میخواستم قبلا هم جواب بدم. ما در وبسایتی که مثلا داریم کاری را که میکنیم یه است که داستانهای خصوصی مردمه بدون از اینکه نام از اونا را ذکر بکنیم، بدون از اینکه هیچ چیزی در مورد خود از اونا بگوییم، داستانهایشان ازشان خواستیم. یک تعداد زیادی از اون داستانها را که میاین میگن مثلا داستان مادری را که طفلش از پیشش گرفته شده بود و 10 سال 15 سال از اون دور شد. ما او داستان را گرفتیم، شریکش کردیم به عنوان یکی از داستان ها. آدم ها علاقمند شده روان هستند برای ازی که مشکلاتشان را صحبت بکنند، دیگه پتش نکنند. چیزی را که پیشترم میگفتم، مشکلات هر قدری که در درون ما کوبیده شوه و پتش شوه و اینا، من این را دقل به عنوان یک سایکولوژیست نمیگم، من اصلا سایکولوژیست نیستم، ولی به عنوان یک شهروند، یک کسی که مشکلات ما شما وقتی گپش نزنیم در درون ما اولا میمانه، دوما نور ترانسفرش میکنیم به یک کس دیگه. بسیار ساده میتونه سر طفل ما باشه، میتونه سر همسر ما باشه، سر مادر پدر ما، سر همکار ما و سر کسی که در قلمرو ما تماس داره به شکل مداوم. با این حال خوب است که با گپ زدن همیشه کمک میکنه، میتونه امرای هر کسی باشه. بله آقای امین، از درمان صحبت کردین، به خاطر درمان دردها نیازی هم برای مشاورین روانشناسی هست. در تیم کاری تان هم جز از مشاورین روانشناسی هم هست که کار بکنن؟ دقیقاً. همین یک آیدیه بود که از روانشناس ها آمد. ما یک تیم خوب روانشناس های افغان داریم با خود که متخصص هستند و ما حتی همکاری میکنیم با کسایی که کار روانشناسی رو میکنن در قسمت ترینینگ، ترین دادن برای اونا که بتانن مثلا بیشتر آگاهتر شوند مورد ازی که چطور امرای مراجعینشان صحبت بکنن و چطور از اونا بشنون و چطور اونا رو مورد قضاوت قرار نتن و یکی از کارهایی که ما انجام میدیم. بله 50 ثانیه فرصت داریم و در پایان هم اگر حرف و پیامی مانده باشه پیرامون امین موضوع میشه صحبت بکنیم. ما بازم میخوایم، ما با شعار سلامت روانی زندگی بهتر کار ما را شروع کردیم با آرامش فکری. آرامش فکری و سلامت روانی زندگی بهتر شعار کمپین ماست. آرامش فکری، بله، نام کمپین است، آرامش فکری افغانستان یا پیس آف مایند افغانستان. و چیزی را که پیامی را که میخوایم واقعا برای دوستایم و برای انسانایی که میشنون این است که بگویم گپ زدن همیشه کمک میکنه. بین گپ بزنیم. تشکر. تشکر. خواهش میکنم. بله ما وقفه میگیریم و با دیدن خبرهای ساعت 8 میریم و برمیگردیم.
سلام دوستان عزیز، برای دیدن ویدیوهای قبلی ما اینجا رو کلیک کنید و برای پیوستن با چنل یوتیوب ما اینجا رو کلیک کنید.